یکی از برنامه‌ریزی های دشمن عبارت است از نفوذ، وسیله‌ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. عامل امنیتی، نفوذ، تیم‌های جاسوسی. خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه. نفوذ و جاسوسی رو وقتی از هم تفکیک میکنید، ماجرا یه چیز دیگه میشه. جاسوسی تو همه جای دنیا هم فهمیدنی است، هم مدیریتش میکنن، براش برنامه‌ریزی میکنن. اما به محض اینکه شما ماجرا رو از جاسوسی جدا میکنی، اسمش رو میذاری نفوذ، اونجا میخواد بگه که من یک اندامی رو تعریف کردم، این اندام فکری، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هر غیری، هر دیگری اگر داخلش بشه، اون دیگه اسمش نفوذه و من نمیتونم تحملش بکنم. دشمن هر راهی دارن میدارن برای موزیم جریانی، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. در مورد مسائل جنسی هم که می‌دونیم در همه کشورها و در همه سازمان‌های جاسوسی و در همه سیاستمداران همیشه یه نقطه ضعفی بوده که می‌شد از اون استفاده کرد. مورد جمهوری اسلامی اگر مستثنا نباشه، بلکه ممکنه احتمالاً بیشتر هم امکان وقوع چنین جریان نفوذی از این طریق وجود داشته باشه. من محاسبه می‌کردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن، همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمی است. دشمن به عنوان یک چهره علمی هایی میاد جلو. بنده خبر دارم، اینی که میگم اطلاع، حدس و تحلیل نیست. خمینی دانشگاه ها رو مرکز فساد و خطر اونها رو معادل بمب معرفی کرده و همین روش رو در گفتمان خامنه ای هم میبینید که ادامه پیدا کرده. وقتی که از نفوذ صحبت میشه، نفوذ به خودی خود متضمن رفتار جاسوس مآبانه است. در واقع خامنه ای داره سعی میکنه مجوز سرکوب رو برای زمانی که صدایی از دانشگاه به عنوان یک نهاد جوان مدنی و معترض بلند بشه، همین حالا صادر کنه. خیلی از این مراکز علمی که دعوت میکنن استادا رو، گاهی اوقات دانشجوها رو، اعضایی که تو اون هیئت علمی خودشون رو نفوذ دادن، اعضای امنیتی CIA و موساد و اینا، به عنوان چهره علمی می نشینن و ارتباطات برقرار میکنن. دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است. دشمن است
که میخواهد با نام دانشجو یا با نفوذ در میان دانشجویان فساد بکند، تباهی بکند. خود دانشجوها بایستی هوشیارانه متوجه باشند. تصور این که این علم در جایی خارج از حیطه عقیده و ایدئولوژی ما متولد شده، از اون علم یک عنصر نفوذی میسازه. برای همین است که یهو شما میبینید که استادای دانشگاه، متخصصان علومی که سالهاست در جهان تدریس شده و آثارش دیده شده، کارنامش روشنه، اینها همه رو به شکل یک سیستم نفوذی میبینن که میخوان ذهن دانشجوها رو به هم بریزن و از جمهوری اسلامی مثلا دور بکنن. مراقب نفوذ دشمن در درون مجموعه بسیج باشه، اینو توجه داشته باشه. گاهی آدم فاسد، گاهی آدم ناباب لباس عوضی میپوشه، خودشو توی مجموعه جا میکنه، لباس روحانی میپوشه، میاد تو روحانیون خودشو جا میزنه. میتوانه در کسوت روحانی در بیاد، میتوانه در کسوت بسیجی در بیاد، آدم فاسد، آدم ناباب. در این نظام‌های بسته و دیکتاتور مانند معمولاً ترس و منافع شخصی است که باعث وفاداری میشه. وقتی که منافع شخصی دیگری در جای دیگری باشه که بزرگتر باشه، خب طبیعی است که این وفاداری خدشه پیدا میکنه. و با توجه به تفاوت قیمت دلار در تمام این سالها، میدونیم که حتی با پولهای کمی میشه افراد رو خرید و نفوذ کرد و این اتفاق است که افتاده. مبادا پسمانده های فرهنگی و اخلاقی از دوران طاغوت کار خودش را بکنند. مواظب باشید. یکایک که شما برادرانی که در نیروی انتظامی شاغل هستید، مراقب خودتون باشید، یعنی مراقب سازمانتان. نگذارید این وقت دشمن در این سازمان نفوذ کند. نگذارید فرهنگ خصمانه گذشتگانی که نسبت به دین و ناموس و عقاید اعتنایی نداشتن نفوذ کند. خیلی باید مراقبت کنید. با تکیه بر کلماتی مانند ناموس، اعتقادات، دین و چیزهایی که خامنه‌ای گمان میکنه میتونه نقطه حساسیت باشه برای اعضای نیروهای مسلح، اونها رو در واقع برحذر بداره از هر نوع مخالفتی و داره در واقع به این ترتیب بهشون اعلام میکنه که اگر بخواید اعتراضی بکنید، اگر بخواید سرکشی بکنید یا حتی سرپیچی در رفتارتون رخ بده، من این رو از چشم پسماندگی حکومت قبلی میبینم و در واقع باز هم طبق معمول مجوز خشونت بی حد و حصر در یک جمهوری ساده توسط رهبر جمهوری اسلامی به همین راحتی صادر میشه. ذهنها رو تحت تاثیر قرار دادن، بعد موانع نفوذ در ارکان نظام رو مثل شورای نگهبان که میبینید به شورای نگهبان هم الان خیلی حمله میشه. این بحث نظارت استصوابی و این چیزا که حالا باز روش جنجال دارن میکنن، که از اون جنجال‌های بسیار بی مبنا و بی ریشه است. سیستم نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی سیستم حذف بر اساس تأمین منافع حاکمیت، نه بر اساس مصالح حقوقی و قضایی. نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها رو. در این اینکه آقای خامنه‌ای چنین ادعایی رو مطرح میکنه، همزمان میبینیم که مذاکرات در پشت پرده معمولاً و اتفاقا همزمان با چنین سخنرانی‌هایی ادامه داره. مثال بارزش برجام بود که امضا شد. ممکنه در یک شهری، در یک نقطه‌ای از کشور
یه عده‌ای مطالبه‌ای داشته باشن جمع بشن دنبال مطالباتن، کارگری است، کارگرانی هستن، مثلا دنبال مطالبات کارگری هن، مردمی در یک شهری دنبال یه مطالبات شهری خودشون هستن. اینها دشمن در یک چنین مواردی نقشه میکشه، عوامل نفوذی خود را، در واقع اشرار را، انسانهای خبیثی رو به تعداد معدودی وارد در این اجتماعات میکنن تا اجتماعات آرام مردم رو تبدیل کنن به حرکت ضد امنیتی و حرکت آشوبگرانه تا به این وسیله کشور را و ملت را و نظام جمهوری اسلامی را بدنام کنند. شما فرض کنید، اصلا فرض کنید این که اشرار و ارازل و اوباش اینا اومدن وسط اعتراضات مردمی و این اعتراضات جهتش رو عوض کرد. سوال اینه، حکومت در پاسخ به اون مطالبات چه کرده که بعد نوبت به این برسه که چه کسانی اومدن این اعتراضات رو تبدیل به آشوب کردن؟ عامل امنیتی، نفوذ، تیم‌های جاسوسی از همه طرف، قوقای ایران هراسی در دنیا، شروع شد تبلیغات ایران هراسی به شکل‌های مختلف به وسیله دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن آمریکا و صهیونیسم و استکبار جهانی کلاً.